درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 13 اسفند ماه 4 مارس نگاهی داریم به نتانیاهو در آمریکا، ایران و موشک‌های بالستیک. We will discuss how the joint plan of action that is currently in place can potentially at least lead to a solution that ensures that Iran is not developing a nuclear weapon. رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد که واشنگتن به جلوگیری از ساخت جنگ افزار هسته‌ای توسط ایران تعهد مطلق دارد. بنیامین نتانیاهو به براک اوباما گفت هسته‌ای شدن ایران برای هیچ کشوری به اندازه اسرائیل که با تهدید علنی نابودی از سوی رهبران ایران روبروست از اهمیت برخوردار نیست. The greatest challenge undoubtedly is to prevent Iran from acquiring the capacity to make nuclear weapons. I think that goal can be achieved if Iran is prevented from enriching uranium and dismantles fully its military and nuclear installations. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ایران روز جمعه خطاب به بسیجیان گفته بود همه باید برای آزادی بیت المقدس آماده شوند. دیدار دو رهبر، رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید همزمان با نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا سخنران روز دوشنبه نشست ایپک بود. Unequivocal. We will not permit Iran to obtain a nuclear weapon. Period. This is not a process that is about trusting Tehran. This is about testing Tehran. And you can be sure that if Iran fails this test, America will not fail Israel. That I promise. Iran is not open for business until Iran is closed for nuclear bombs. سران ایپک در نامه‌ای که به امضای 6 سناتور از هر دو حزب رسیده است در آستانه دیدار اوباما و نتانیاهو از دولت آمریکا خواستند توافق نهایی هسته‌ای ایران، حذف هر نوع غنی‌سازی، برچیدن مرکز غنی‌سازی فوردو و راکتور آب سنگین عراک را در بر گیرد. روزنامه انگلیسی ساندی تایمز در خبری ادعا کرده بود نتانیاهو در دیدار با اوباما بر اساس طرحی جدید برپایی دولت مستقل فلسطینی را در مقابل توقف کامل غنیسازی اورانیوم در ایران و نابودی زرادخانه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران با برد بیش از 1500 کیلومتر میپذیرد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا موشک‌های بالستیک دوربرد ایران کاربرد بازدارندگی دارد یا خطری برای امنیت اسرائیل و غرب است؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه کاربرد بازدارندگی رو انتخاب کردن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در هفت پرده به اسرائیل، آمریکا و موشک‌های بالستیک ایران. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل: ایران روی موشک‌های بالستیک غارپیما که ممکن است روزی به آمریکا برسند کار می‌کند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌دانند موشک‌های بالستیکی که ایران می‌سازد برای اسرائیل نیست. آنها می‌خواهند به ورای آن برسند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در جلسه‌ای در سنا گفت: بحث موشک‌های بالستیک ایران هم از مواردی است که باید در توافق نهایی بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت به آن پرداخته شود. اما توفیق در جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای برنامه موشکی ایران را تقریباً بی ارتباط خواهد کرد. آمریکایی‌ها در برخی از اظهارات و لفاظی‌هاشون میگن ما دوست ملت ایرانی، دروغ میگن. در خلال کارهاشون می‌شود فهمید ایران رو تهدید می‌کنن
اون وقت توقع دارن که جمهوری اسلامی از قدرت دفاعی خود بکاهد. این خنده‌آور نیست؟ ایران از آزمایش موفقیت آمیز نسل جدید موشک بالستیک برد بلند و موشک لیزری خبر داد. وزیر خارجه اسرائیل: آزمایش دو موشک جدید در ایران نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود تعاملات دیپلماتیک با غرب همچنان جنگ طلب است. اسرائیل یک سیستم جدید دفاع هوایی به نام پرتو آهنین را در نمایشگاه هوایی سنگاپور به نمایش گذاشت. پرتو آهنین مکمل لایه چهارم دفاعی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین خواهد بود. صدر اعظم آلمان در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل با اشاره به خطر برنامه موشک‌های بالستیک ایران و رابطه اش با برنامه هسته‌ای آن کشور گفت ایران را نه تنها تهدیدی برای اسرائیل بلکه تهدیدی برای اروپا می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جشنواره خوارزمی: برای چه متخصصین موشکی ما را که این موشک صرفاً برای دفاع از کشور بوده و هست و خواهد بود از بین بردید؟ خب مهمان این بخش از برنامه افق آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هستند. ایشون از استودیوی سری آمریکا در لندن به ما می‌پیوندند. آقای ایر، خوش آمدید به برنامه. علت اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا بر سر نحوه رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران چه هست آقای ایر؟ یعنی در یک سطح اختلافی هست در مورد وسیله، ولی آنچه از اون مهمتر است اتحاد نظر و اجماع نظر راجع به هدف، و هدف یکسان داریم، نه تنها آمریکا و اسرائیل بلکه به طور کلی اجتماع جامعه بین المللی. این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. همونطوری که وزیر کری یه دو دقیقه پیش گفتن در کلیپ شما. پس ما با اسرائیل، با تمام متحدان ما، هم پیمانان ما رایزنی میکنیم و مشورت میکنیم، ولی نباید بزرگ نمایی کنید از این اختلافات در مورد وسایل، از اینکه هدف یکسان است. بزرگ نمایی که آقای نتانیاهو همین دقایق پیش که در ایپک سخنرانی میکرد در واشنگتن صراحتا ایشون گفت که فشار رو باید بیشتر کرد، گفت نباید در فضایی که الان ما با ایران روبرو هستیم فشار رو ازش کاست و فشار بیشتر به گفته ایشون گزینه حتی نظامی رو کمتر خواهد کرد. در این حال هم ایشون صراحتا گفته که غنی‌سازی اساسا باید جمع بشه در ایران. موضع آمریکا در مذاکرات این هست که ایران میتونه غنی‌سازی رو ادامه بده. اینها اختلافات روشنی است، اختلافات چیزی نیست که کسی بخواد اغراق بکنه درش. نه، این اختلاف، ببخشید، این موضع آمریکا نیست. ما نباید این رو عنوان کنیم مثلا یک خصومت یا کیره توزی بین آمریکا و ایران باشه. این یک عمل گسترده جامعه بین المللی است که ایران باید طبق تعهداتش در چارچوب NPT عمل کند. از این نظر مرجع یا سند مرجع همون برنامه اقدام مشترک است و در آن نوشته شده که ایران متضمن یک برنامه غنی‌سازی با تعریف مشترک، با محدودیت‌های عملی و با اقدامات اعتمادساز به منظور تضمین کردن ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایشه. از این نظر مسئله خیلی روشن است. یعنی موضوع غنی‌سازی یا عدم غنی‌سازی نیست. موضوع جلوگیری دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای
و برطرف کردن نگرانی های جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته ایران است. آقای ارچند، من چندین سوال دارم، ولی برای اینکه قضیه روشن بشه میخوام مختصر اگه میشه توضیح بدید که علت این که اسرائیل، شما الان گفتید که این طرح اقدام مشترک چه شرایطی رو برای غنی‌سازی ایران در نظر گرفته، ولی به هر شک 5 به علاوه 1 از جمله آمریکا میپذیرن که ایران غنی‌سازی رو ادامه بده در سطح پایین. اسرائیل اعتقاد داره اساساً ایران نباید غنی‌سازی بکنه. بس بر سر این اختلاف است. چرا به نظر شما اسرائیل چنین موضعی داره؟ چرا موضع اسرائیل با موضع آمریکا که این هم با هم مشورت میکنن یکی نشده؟ پرسش اینه. من نمیتونم از طرف اسرائیل صحبت کنم. من که سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا که هستم، ولی همونطور که عرض کردم حضورتون، با اینکه اختلاف نظر هست در مورد وسایل و مورد در سطح تاکتیکی، در سطح راهبردی اجماع نظر هست و هدف ما یکیه که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و از این نظر همونطور که گفتم، یعنی ما همیشه در حال رایزنی و مشورت کردن هستیم با نه تنها با اسرائیل، با دوستان ما در خلیج فارس و در منطقه هستیم و هم چیزی عادیه. بله آقای، یک گزارشی ساندی تایمز منتشر کرده، من میخوام اگر شما میتونید صحت یا سقم این رو رد یا تایید بکنید. گفتن که آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها در دیداری که با آقای اوباما داشتن قرار بوده بحث صلح با فلسطینیان رو به توقف غنی‌سازی اورانیوم و توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران با همدیگه پیوند بزنن. آیا شما چنین نشانه‌ای رو شنیدید از مذاکرات که صورت گرفته؟ آیا طرف اسرائیلی چنین پیشنهادی رو مطرح کرده که مذاکرات صلح با فلسطینیان رو مرتبط بکنن با مذاکرات اتمی با ایران؟ من این مقاله را نخوندم، از این نظر من در جایگاهی نیستم که در مورد اون نظر بدم، ولی این موضوع برنامه هسته‌ای ایران فی نفسه اهمیت بسزایی داره. از این نظر خارج از موضوعات دیگر، هم به نفع اسرائیل، هم به نفع آمریکا، هم به نفع ایران است که این موضوع را از طریق دیپلماسی حل کنیم. و نباید فراموش کنیم که این یک بازی بر است، بازی حاصل جمع صفر نیست، که یک توافق میتونه هم منافع عالیه و راهبری ایران رو پیش ببره، هم منافع استراتژیک و ملی همه ما رو پیش ببره. همون بازی برد. آمریکا در مذاکره با ایران در قالب 5 به علاوه 1 و مذاکرات دو جانبه که با ایران داشته، آیا اساساً منافع اسرائیلی ها هم به بحث میگذاره؟ بعد از بسیاری از مذاکرات که انجام گرفته، خانم وندی شرمن مستقیم به اسرائیل میره برای دیدار با مقامات اسرائیلی. چقدر این سفرها اهمیت داره به دلیل هماهنگ کردن سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در مذاکرات با ایران؟ خانم شرمن، نه تنها به اسرائیل بلکه به خیلی کشورها، هم قبل هم بعد از دورهای مذاکراتی مسافرت میکنه، هم در خلیج فارس، هم در اروپا. از این نظر این پروسه و این فرایند مشورت چیزی عادیه. ما به طور مجزا عمل نمی کنیم آمریکا. ما در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 عمل میکنیم و تمام تلاش های ما، تمام کوشش های ما در چارچوب این 5 به علاوه 1 انجام میدیم. آقای، آمریکا برای کاهش نگرانی های اسرائیل چه اقدام عملی انجام داده؟ این بحثایی که الان دولت آقای نتانیاهو مطرح میکنه، آمریکا چه کرده که این نگرانی ها رو کاهش بده؟ ببین، ما سعی میکنیم نه تنها نگرانی های اسرائیل بلکه نگرانی های خودمون، اتحاد اروپا، سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاهش بدیم از طریق دیپلماسی، از طریق رفتن پای میز مذاکرات و با ایران تعامل کردن. یعنی من ببین، نمیدونم چرا در زبان فارسی این کلمه سازش یا مصالحه یا کنار آمدن یه بار منفی داره، ولی این تعامل کردن، کامپرومایز، این قانون و اصل یعنی روابط بین المللی است. از این نظر ما رفتیم پای میز مذاکرات تا هم ما هم ایران میتونیم با هم
منافع خود را پیش ببریم از طریق این دیپلماسی. آقای اوباما بارها تاکید کردند که روابط نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در بالاترین سطح خودش هست در تاریخ روابط دو کشور. گزارش‌های آمده که نیروهای نظامی اسرائیل، نیروهای نظامی آمریکا در واقع رادار پیشرفته‌ای که الان در اسرائیل هست فعال هستند. شما این رو تایید می‌کنید که نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مستقیم حضور دارند در اسرائیل برای اداره این رادارهای پیشرفته؟ من می‌تونم تایید کنم همونطوری که شما فرمودید، یعنی اظهارات رئیس جمهوری اوباما که همکاری خیلی بسیار بسیار نزدیک داریم با اسرائیل در مورد این امور امنیتی، ولی در مورد جزئیات این همکاری حاضر نیستم به جزئیات بپردازم الان. چرا آمریکا برنامه موشک‌های بالستیک ایران رو یک تهدید میدونه؟ نه ببین، همونطور که قبلا عرض کردم، این برنامه اقدام مشترک باید به اون نگاه کنیم و در اونجا نوشته شده که به تمام قدنامه های شورای امنیت باید به طور رضایت بخش باید بپردازیم به اون تا همه طرفین راضی هستند. و یکی از این قدنامه ها مربوط به برنامه موشکی ایران است. امروز آقای نتانیاهو صراحتاً گفت که برنامه موشک بالستیک ایران فقط هدفش حمل کلاهک اتمیه. شما این رو موافقید با ایشون یا مخالفید؟ من در مورد اظهارات نخست وزیر نتانیاهو نمیتونم نظر بدم، ولی به طور کلی اینو میگم به شما، تمام نگرانی های ما به نحوی از اونها به اون پرداخته شده در همون برنامه اقدام مشترک است. از این نظر اگر در چارچوب این سند حرکت کنیم به سوی یک راه‌حل جامع از طریق دیپلماسی، انشالله خوب از آب در بیاد. خانم شرمن صراحتاً در نشست سنا گفت که مسئله موشک‌های بالستیک ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. در دور بعدی مذاکرات فکر می‌کنید که مسئله موشک‌های بالستیک ایران به گفتگو گذاشته خواهد شد؟ والا من نمی‌تونم رسانه‌ای، ما نمی‌تونیم رسانه‌ای در ملای آن مذاکره کنیم و من در مورد کدوم موضوعات خاص به اون بپردازیم در دور بعدی صحبت نمی کنم، ولی همونطور که عرض کردم اصل مطلب این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و نگرانی های جامعه بین المللی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران باید برطرف بشند. از این نظر با چارچوب این برنامه اقدام مشترک ما میتونیم به یک راه حل جامع برسیم که تمام این به این تمام این هدف میرسیم انشاءالله. یعنی آمریکا نگران این نیست که موشک‌های بالستیک ایران احیاناً به سواحل آمریکا برسن؟ ما نگرانی اصلی ما همون برنامه هسته‌ای ایران است و همونطور که عرض کردم با این نگرانی ها باید چیز به اون پرداخته بشه، یعنی ایران باید دنیا را چیز راضی کنه که ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است و در چارچوب این برنامه اقدام مشترک این موضوعات قدنامه ها باید به اونها پرداخته بشه. آقای آلن ایر، سپاسگزارم از شما برای شرکتتون در این گفتگو. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود. خب مهمان های امشب افق آقای بنشه امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اسرائیل با ما هستند، آقای حسین آریان کارشناس امور نظامی و استراتژی که از استودیوی صدای آمریکا در لندن به ما میپیوندند، و در استودیوی صدای آمریکا آقای پویا دیانیم رئیس کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی در آمریکا که از نشست ایپک تازه آمدید بعد از سخنرانی. بخش کوتاهی از صحبت‌های آقای نتانیاهو رو در همین ساعتی پیش در اجلاس ایپک با هم بشنویم. Iran says it's not building nuclear weapons. So why does it continue to build ICBMs, intercontinental ballistic missiles, whose only purpose is to carry nuclear warheads? When you see Iran building ICBMs, just remember America.
That's God's for you. خب آقای دنی، خوش اومدید برنامه. فضای ایپک چطور بود در این سخنرانی‌هایی که شما شاهد بودید؟ چقدر با نشست سال قبل متفاوت بود؟ فضای امسال کنفرانس آروم‌تر و در این حال حضار کنفرانس یه ذره نگران بودن و کمی بلا تکلیف بودن از اینکه روند مذاکرات صلح به کجا داره میره. از یک طرف آمریکا روی نخست وزیر اسرائیل داره فشار میذاره، از یک طرف نخست وزیر اسرائیل داره روی رئیس جمهور فلسطین فشار میذاره و معلوم نیستش که اولین قدم ها رو کدوم گروه باید بردارن. در رابطه با پرونده اتمی ایران، خب قاعدتاً به عنوان یک سازمانی که حامی همه تحریم هایی که بر علیه جمهوری اسلامی گذاشته شده از سال 95 96 تا به حال، این که آمریکا اجازه داده که بعضی از این تحریم ها شل بشن و آروم بشن، این نگرانی رو به وجود آورده که تأثیر خودش رو این تحریم ها داره از دست میده و داره کاهش پیدا میکنه و این روندی که آمریکا داره میبره به جلو، روند جنتلمنانه و دیپلماتیکی که کمک بکنه به دولت روحانی و آقای ظریف که بتونن نشون بدن به ولایت فقیه و حاکمین که با مذاکرات میشه جو رو تغییر داد و اوضاع رو بهتر کرد، این زبون رو ایران و جمهوری اسلامی درک نمیکنه و احتمالاً ممکنه سوء تعبیر بشه که با همین رقص‌های دیپلماتیک و لبخندهایی که ایران زده به غرب ممکنه کافی باشه و لازم نباشه که دیگه عقب نشینی بیشتر ایران در رابطه با پرونده اتمی خودش بکنه. بسیار خب، برمیگردیم بیشتر باهاتون صحبت می‌کنیم در مورد سخنرانی‌هایی که مورد توجه قرار گرفته بود. آقای آریان، من از لندن نمی‌دونم ارتباطتون باشون برقرار بشه که دو تا سوال ازشون خواهیم داشت. آقای امیر، بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو رو با هم بشنویم و بعد واکنش شما رو من جویا خواهم شد. And the more credible the threat of force on Iran, the smaller the chance that force will ever have to be used. خب ارتباطمون فکر کنم با لندن هم برقرار شده. آقای امیر، به شما برمیگردیم. من اول واکنش آقای آریان رو بشنویم به این دو نکته که نخست وزیر اسرائیل صحبت می‌کردن در موردش. آقای آریان، دو نکته هست در صحبت‌های نخست وزیر اسرائیلی که در مورد موشک‌های بالستیکشون صراحتاً امروز صحبت کرد و گفت تنها مصرف، تنها استفاده موشک‌های بالستیک برای کلاهک اتمی رو اونها سوار می‌کنن، موشک‌های به گفته ایشون بین قاره‌ای بالستیک دوربرد، و ایران برای چی دنبال اینها هست و اینها پرسش برانگیز در اون مجموعه انتقاداتی که کرده بود. و همونطور که می‌دونید ایشون پیشتر هم گفته به صراحت که فشار رو باید بیشتر کرد. ایشون گفت فشار اگر بیشتر بشه به گفته ایشون احتمال برخورد نظامی و گزینه جنگ کمتر میشه. واکنش شما رو به این دو نکته آقای نتانیاهو ابتدا بشنویم. آقای نتانیاهو میتونه نگرانیش تا اندازه‌ای قابل توجیه باشه، ولی طبق معمول ایشان و خیلی از سیاستمداران راستگرای افراطی اسرائیل بزرگ نمایی میکنند، اغراق میکنند و واقعا پناه بردن به دیوگونه سازی جمهوری اسلامی، چه در گذشته چه در حال و حتی در زمان ریاست جمهوری روحانی. موشک هایی رو که ایران داره میسازه و به طور کلی تجهیزات و سلاحاش حول دو محور میچرخه. یکی حرکت به سوی خودکفایی است و دیگر مسئله بازدارندگی. استراتژی دفاعی ایران استراتژی همینطور که گفتم استراتژی دفاعی. این موشک‌ها موشک‌های بالستیکی که ایران می‌سازه دوربرد نیست، موشک‌های متوسط است و بعد موشک‌های میان برد داریم و قاره‌ای. متوسط که می‌فهمید منظورتون دقیقاً چه بردی هست؟ یعنی حدود مثلا تا 2000 2500 کیلومتر
موشکایی رو که بالای 3500 کیلومتر باشه میشه موشکای بین قاره‌ای. این موشک‌ها هیچ خطری به اون معنا، به اون وسعتی که آقای نتانیاهو اینا رو ابراز میکنه نداره، مگر اینکه این موشک‌ها مجهز باشه به کلاهک هسته‌ای و این در قطعنامه 1929 در پاراگراف 9 این قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اومده به این معنا که ایران بایستی فعالیت خودش رو در حیطه موشک‌های بالستیک که میتونه مجهز به کلاهک هسته‌ای بشه و فعالیت ایران در رابطه با تولید کلاهک‌های هسته‌ای باشه بایستی قطع بشه. حالا ایران میگه من سلاح هسته‌ای نمیخوام درست بکنم. آقای روحانی این رو گفته. اگر ایران اون سوالاتی رو که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران داره در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و ساختن کلاهک هسته‌ای و اون ماشه هسته‌ای، اگر ایران به این سوالات جواب بده که حاضر هست جواب بده، دلیلی برای نگرانی اسرائیل وجود نداره. اسرائیل سلاحایی رو که داره حتی در رابطه با موشک‌های بالستیک مثل یریخوی دو به مراتب قوی‌تر از سلاحایی است که ایران تا حالا ساخته و مجهز به کلاهک هسته‌ای هست. ببینید یه موضوع رو باید من در اینجا بگم. با توجه به حرفایی رو که آقای نتانیاهو در چند سال اخیر زده، این واقعاً مصداق این ضرب المثل عربی هست که ضربنی و بکا سبقنی وشتکا، مرا زد و گریست از من سبقت گرفت و شکایت کرد. دائم آقای نتانیاهو داره شکایت میکنه و دائم هم طلبکاره و از این نظر هیچ فرقی با اون تندگراها احمدی نژاد و فرماندهان نظامی ایران نداره. هر دوتا از نظر ذهنیت در یک ردیف قرار دارن به باور من. آقای آریان به شما برمیگردیم چون من تمایل دارم در مورد ماهیت این برنامه موشک‌های بالستیک بیشتر با شما صحبت بکنیم، ولی واکنش آقای امیر رو بشنویم به صحبت آقای نتانیاهو و اون تحلیلی که الان آقای آریان ارائه دادن. گفتن که آقای امیر بحث بزرگ نمایی و اغراق رو مطرح کردن و این مسئله که شما هم قطعا باش آشنا هستید، گفتن زد و گریست و سبقت گرفت و شکایت کرد. آقای امیر نمیدونم صدای من رو میشنوید؟ بله سپاسگزارم. بله من دو نکته رو میخوام در اینجا تاکید بکنم. یکی اینکه ملت اسرائیل با ملت ایران هیچ خصومتی نداره. ملت اسرائیل حق مسلم ملت ایران میدونه که از انرژی هسته‌ای استفاده مسالمت‌آمیز بکنه. تلاش اسرائیل و اصرار اسرائیل این است که غنی‌سازی در ایران متوقف بشه. حکومت ایران نه فقط در نطنز غنی‌سازی میکنه، نه فقط در فردو غنی‌سازی میکنه، بلکه کوره آب سنگین عراق رو داره. آمد دنیا بهشون پیشنهاد کرد، گفت به جای گفتن ما میخوایم از این استفاده برای تولید دارو بکنیم، گفتن بیایید کوره آب سبک درست بکنیم که نشه پلوتونیوم باش تولید کرد، قبول نکردن. یعنی و از نظر لیره اینا افهم میکنن. یعنی تمام تلاش حکومت ایران این است. آقای امیر متاسفانه صداتون کمی نامفهوم هست، ارتباط اسکایپمون می‌ذارم که بتونیم ارتباط دوباره برقرار بکنیم، صداتون بهتر شنیده بشه. متاسفانه بینندگان شنوندگان دشوار برشون خواهد بود که ببینن شما چه نکاتی رو دارید عنوان می‌کنید. به شما برمیگردیم تا این ارتباط بهتر برقرار بشه. آقای دینی بحث موشک‌های بالستیک مطرح شد، چقدر این نکته‌ای بود که در اجلاس امسال ایپک در سخنرانی‌ها انعکاس پیدا کرد؟ به این دلیل که در اول شروع مذاکرات جامعه بین المللی و جمهوری اسلامی چند بار اشاره شده بود که فقط و فقط بحث غنی‌سازی است و در مورد سیستم بالستیک صحبت نخواهد شد یا در مورد مسائل دیگه‌ای که ایران درش نقش داره صحبتی نمیشه و نخواهد شد. حتی آمریکایی هم اینو گفتن که در مورد حمایتشون از تروریسم، دخالتشون تو مسائل ناحیه، دخالتشون تو مسائل مختلف صحبتی نمی‌کنن، فقط و فقط محدود به مسئله
غنی‌سازی و اتمیه نگران بودن که این مسئله بالستیک میسایل مطرح نشه. یکی از نگرانی هاشون همین هستش. اون نکته که آقای آریان هم اشاره کردن در اون طرح اقدام مشترک، در همون ابتدا یک جمله هست که صراحتاً گفته که باید نگرانی های مطرح شده در قطعنامه های شورای امنیت بهش پرداخته بشه و بر این مبناست که خانم شرمن هم صحبتو کرد در جلسه سنا وقتی که اون گفتگو با سناتور کورکر پیش اومد درست. که اونجا گفتن که این مسئله موشک‌های بالستیک با توجه به توضیحی هم که آقای آریان دادن در قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره شده، برای همین بسیاری دارن فشار میارن که این مطلب پیگیری بشه و در مذاکرات بهش پرداخته بشه. ایران گفته ما اساساً در مورد این قضیه مذاکره نمی‌کنیم، صحبت مقامات هم هست که توان دفاعیمون رو ما از دست نخواهیم داد به گفته آقای آریان و کاربران فیسبوک افق. این یک نیروی بازدارندگی است. گفتم این مسئله رو به صورت بسته مطرح کرده بودن توی جوینت پلان اف اکشنی که توافق کرده بودن، حالا دارن سعی میکنن ایپک و سازمانهای دیگه که حامی اسرائیل هستن این مسئله رو باز کنن، مطمئن باشن که این مسئله بهش پرداخت بشه. حتی آقای آریان هم الان صحبت که میکردن خودشون میدونن الان ایران دسترسی به موشکهایی که به اسرائیل حمله بکنه داره. وقتی که صحبت از 2000-2500 کیلومتر میکنیم، یعنی تمام پایتخت های کشورهای اروپایی رو میتونن بهش حمله بکنن و این یک چیزی هستش که فکر میکنم یک کشور یا یک دولتی که ادعا میکنه دنبال صلح و میخواد نگرانی های جامعه بین المللی رو برطرف بکنه باید به این مسئله بیاندیشه که شاید نیازی به داشتن چنین سلاحهایی یا چنین موشکهایی نداشته باشه. صحبتهایی که الان ابتدا برای من با الین ایر داشتیم، چقدر سخنرانی مقامات آمریکا تونست نگرانی هایی رو که الان در میان لابی اسرائیلی هست در میان ایپک چقدر کاهش بده؟ چقدر خوشبین بودن به روی کرده دولت با توجه به موازهی که داشتن و اختلافاتی که صراحتن هم کسی به نظر نمیاد پنهان بکنه؟ ببینید من واقعا فکر میکنم سخنرانی آقای کری دیشب یکی از بهترین سخنرانی هایی بود که ایشون کردن، هم در مورد مسئله اتمی ایران، هم در مورد مسئله صلح فلسطینی ها و اسرائیلی ها. نگرانی هایی که اسرائیلی ها دارن و حامیان اسرائیل در آمریکا دارن به این دلیل هستش، به دلیل سخنان آمریکا نیستش، به خاطر نحوه برخورد دولت اوباما با این مسئله بوده. یعنی شما اگه نگاه بکنید به تاریخچه این تحریم‌ها و مذاکرات می‌بینید که اوباما دفعه اول هم حامی تحریم‌ها نبود. من یادمه که می 2011 در برنامه شما بودم، صحبت از این بود که تحریم‌ها داره هر چه زودتر شروع میشه. یک سال و 4-5 ماه کاخ سفید جلوی به رأی گذاشته شدن این تحریم‌هایی که نهایتاً جمهوری اسلامی رو به میز مذاکره رسوند جلوگیری کردن. خودشون حتی اجازه ندادن به آقای برمن که اینو بیاره و بهش تو مجلس شورای آمریکا رأی بدن. بعد که لایحه تصویب شد کند اون لایحه ها رو پیاده کردن، تحریم ها رو اعمال کردن. ببینید ما اگه که این قضیه رو یک سال و نیم دو سال پیش شروع کرده بودیم، الان آمریکا در یک موقعیت بسیار قوی تری و ایران در یک موقعیت بسیار ضعیف تری قرار داشت و میشد واقعا در نه تنها در رابطه با مسئله اتمی ایران و پرونده اتمی با ایران الان صحبت کرد، بلکه میشد در مورد تروریسم، مسائل حقوق بشر، عدم آزادی فشار خیلی بیشتری اگه گذاشته میشد، میشد اقدامات خیلی وسیع‌تری کرد. پس با توجه به رکورد ضعیف اوباما افراد این اعتماد رو ندارن که به سخنان ایشون و وزیر امور خارجه‌شون گوش بدن. نگاه کنید به اتفاقی که در کره شمالی افتاد. ما همه این کارا رو کردیم، تحریمش کردن، بعد با کره مذاکرات کردن، بعد کره اتمی شد. نگاه کنید به اوکراین. الان اوکراین رو که نگاه میکنید افراد فراموش میکنن اوکراین هزاران بمب اتمی داشت و انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها اومدن گفتن که شما بیاید این بمب‌ها رو از بین ببرید، تحویلشون بدید به روس‌ها، ما تعهد می‌کنیم که از لحاظ امنیتی شما رو تضمین بکنیم. ببینید الان یه قسمتی از اوکراین رو روسیه تسخیر کرده. پس سخنرانی‌هایی که می‌کنن، صحبت‌هایی که آمریکایی‌ها می‌کنن بسیار بسیار خوب هستش. من مطمئنم که کشورهای خلیج فارس، عربستان، اسرائیل دوست دارن این حرفا رو بشنون. وقتی که آقای کری میگه ما به اینا اعتماد نمی کنیم، ما اینا رو داریم تست میکنیم ببینیم میتونیم باهاشون به جای برسیم یا خیر، ولی رکورد خود کاخ سفید ضعیف هستش.
خب البته این نکته رو من بگم که مسئله کره شمالی که مثال زدین برمیگرده به دوره بیل کلینتون، موضوع مربوط به دولت اوباما نیست، بعد در دوره دولت بوش هم مسائل پیگیری شد، مذاکرات کردن بعد این مذاکرات به نتیجه نرسید، مربوط به 6-7 سال گذشته. مقصودم نحوه اینجور روندیه که اتفاقا رخ میفته تو تاریخ، یعنی ما بعد از تاریخ یاد بگیریم که وقتی که با یک کشوری که معمولی نیست و دولت معمولی نداره و مشروعیت خودش رو داره از خدا میگیره، ولایت رهبرش ولایت فقیه مشروعیتش از مردم نمیگیره، با این افراد نمیتونید به صورت یک کشور معمولی برخورد بکنید. اتفاقا آیه اوباما همین پرسشتون مصاحبه با بلومبرگ هم ازشون میکنه جفری گولدبرگ و پاسخ میده، میگه اگر ما همین اگر بگیم که تغییرم نمیکنه این حکومت تئوکراتیک در واقع بر سر کار هم باقی خواهد موند، اگر بتونیم مانع بشیم که همین حکومت به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا بکنه، خودش یک اقدام مثبت است. شاید قصد این نیست الان بخوایم همه چیز رو در این فضا عوض بکنیم، در این حال که ایشون بارها گفته که تحریمایی که در دولت ایشون وضع شده و کسی هم فکر نمی‌کنه اینو رد بکنه، شدیدترین تحریمایی بوده که علیه ایران در چند سال اخیر اعمال شده. آقای امیر، ارتباط ما با شما برقرار شده، یکی دو نکته رو می‌خواستید بفرمایید در واقع سریع اگه میشه بفرمایید، چون می‌خوام مطلب رو زیاد به عقب برنگردیم بتونیم بحث رو سریع دنبال بکنیم. بله، من خواستم بگم که ملت اسرائیل حق مسلم ملت ایران می‌دونه که از انرژی اتمی برای امور مسالمت‌آمیز استفاده بکنه. صحبت در این است که حکومت ایران غنی‌سازی می‌کنه و غنی‌سازی در ابعاد بسیار بسیار گسترده که نیازی بهش نداره برای امور مسالمت‌آمیز جز امور جنگی. و حکومت ایران نه فقط موشکی ساخته که 2100 کیلومتر برد داره، موشکی دارن که 5000 کیلومتر برد داره، موشکی که 6000 کیلومتر برد داره. چه موشکی داره آیه امیر؟ اسمش انواع اقسام اسما رو میذارن، همون موشکی که ماهواره ایران رو به فضا برد، اون وقتی که بالیستیک بشه بیشتر از 5000 کیلومتر برد داره. و علاوه بر این سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و نمن گفتن که ممکن است که حکومت ایران تا سال 2015 موشکی بسازه که حدود 10000 کیلومتر برد داشته باشه. بعد آمدن و اسرائیل رو به ترساندن دنیا متهم کردن این کار بسیار ساده است، ولی حکومت ایران همیشه گفته و میگوید و تکرار میکند که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد. تصور بفرمایید که یک روز روشن ساعت 8 صبح یک موشک حکومت ایران با بمب هسته‌ای میآید بر فراز تل آویو، فرود میآید، منفجر میشود و صدها هزار نفر رو خواهد کشت. اسرائیل که کوچکه، اسرائیل 22000 کیلومتر فقط وسعت داره، اسرائیل در ناحیه تل آویو مرزش بیشتر از 50 کیلومتر نیستش، اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین اسرائیل باید بترسه، اسرائیل باید دنیا رو بهش هشدار بده، اسرائیل باید اصرار بکنه که غنی‌سازی در ایران متوقف بشه. میخواهند برای امور داروسازی و پزشکی و غیره از انرژی اتم استفاده بکنن، حق مسلمشونه، ولی این سوختش رو از دنیا بخرن و بعدم پسماندهش رو به دنیا پس بدن. آقای امیر، چرا آقای نتانیاهو این بحث رو الان مطرح میکنه در شرایطی که توافق 5 علاوه 1 هیچ چنین چیزی رو عنوان نمیکنه؟ اصلا الان دیگه بحث این نیستش که غنی‌سازی در ایران جمع بشه، چرا اسرائیل میاد چنین موضع تندی رو در این وضعیت اعلام میکنه؟ دقیقاً آقای دهقانپور، به خاطر اینکه دنیا نتانیاهو احساس میکنه که دنیا میخواد کنار بیاد با حکومت ایران. پرزیدنت اوباما میگوید که ما نوع غنی‌سازی رو برای حکومت ایران باید به رسمیت بشناسیم. من از پرزیدنت اوباما میپرسم، به خاطر همین غنی‌سازی بود که شورای امنیت سازمان ملل 4 دوره تحریم ها رو علیه حکومت ایران برقرار کرد؟ بله آقای امیر، برای همین هم همون فضا رو وقتی که جلو میایم ایران سانتریفوژاشو به حدود 19000 رسان. همین استدلالی است که برشکل ایرانی ها مطرح میکنن که اگه قرار بود که با این تحریم ها ایران غنی‌سازیش رو محدود میکرد که مشاهد این توسعه در سطح غنی‌سازی نبودیم. و به همین علت نتانیاهو و اکثریت دولت در اسرائیل میگوید که بیایید تحریم ها رو شدیدتر بکنید، شما 6 ماه به اینها فرجه دادید، بسیار خوب، برید این 6 ماه باشون گفتگو بکنید، ولی از همکنون تحریم های شدیدتر رو
آماده بکنید که اونا ببینن که اگر تو این 6 ماه کنار نیامدن و خاص جهانی رو نپذیرفتن، تحریم‌های شدیدتر در انتظارشون خواهد بود. یعنی یک اقدام بازدارنده است. و در این مورد بین اسرائیل نتانیاهو و بین دولت ایالات متحده پرزیدنت اوباما اختلاف نظر شدید هست. اسرائیل میترسه، خیلی ساده میترسه یه دونه بمب از حکومت ایران بیفته نابود میشه اسرائیل. حکومت ایرانه که بارها، حتی آقای محمد رضا نقدی همین پریروزا گفت ما اسرائیل رو نابود میکنیم. اسرائیل میترسه و حکومت ایران یک حکومت غیر مسئول، حکومت ماجراجوست، حکومت جنایتکار، حکومتی است که نابود کردن اسرائیل رو یکی از هدفهای اصلی خودش میدونه. اجازه بدید. این ریشه نگرانی های نتانیاهو و دیگران. آقای آریان، شنیدید صحبت های آقای امیر رو؟ حالا من بحث رو در مورد بخش سیاسیش هم اگر مطلبی هست میتونید بفهمید، ولی در حوزه نظامی آقای امیر گفتن ایران موشکایی داره که 2500 5000 تا 6000 کیلومتر اینها برد دارن. شما مطالب رو با دقت دنبال میکنید، این لیست موشکایی که ایران داره، اگر من چیز رو از قلم میندازم شما بفهمید، بینا، شهاب 4، سجیل، سفیر هست فکر میکنم، ماهواره بعد در واقع موشک ماهواره بعد که ایران داره، و بعدم میان بردها که شهاب 3 و فجر 3 و عاشورا و قدر 110. آیا اینها هیچ کدومشون 5000 6000 کیلومتر جای انعکاس پیدا کرده که اینها برد دارن؟ هیچ کدوم از اینا بردی به اون معنا نداره. اون راکت ماهواره بره که بر مبنای اون تکنولوژیش قابل استفاده است برای تولید موشک، ولی موشکایی رو که شما نام بردین همه از خانواده شهاب هستند که میرسه به سجیل 2 و اینها بردشون به اون اندازه نیست. و ایران هم بارها گفته که ما میتونیم برد این موشکا رو بیشتر بکنیم ولی نیازی به این کار نداره. یکی از صحبتهایی که دائم میشه و در موردش بحث میکنن برای پیشبرد اهداف سیاسی به ویژه در اسرائیل سیاستمداران، و این یک بحث واقعا نخنما شده است و متاسفانه اینو مرتب تکرار میکنن انگار که مردم حرف اینا رو باور میکنن در سطح جهانی، اینی که موجودیت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران در خطره. حرفای یک کسی مثل نقدی رو یا حرفای یک کسی مثل احمدی نژاد رو میان مستمسک قرار میدن و بر مبنای اون بحثشون رو ادامه میدن. قبل از اینکه احمدی نژاد به قدرت برسه، اون موقع هم آقای نتانیاهو میگفته که این رژیم جمهوری اسلامی مترادف است با رژیم ناتسی در عصر حاضر. خب حالا که آقای احمدی نژاد که رفته، روحانی اومده و میخواد یه به حساب موضع ملایمتری رو انتخاب کرده، بازم همون حرفا رو میزنه. اسرائیل درست مثل ملاهای جمهوری اسلامی، یعنی منظورم سیاستمداران راستگرای اسرائیل، در این حال که تهدید میکنند مظلوم نمایی هم میکنند. چه جوری ایران میخواد اسرائیل رو نابود بکنه؟ اسرائیلی که خودش سلاح هسته‌ای داره، اسرائیلی که حتی برای ضربت دوم زیر دریایی های دولفین کلاس داره، اسرائیلی که به وسیله رادار هشدار دهنده ای که آقای آلن به شما جواب نداد و به وسیله پرسنل آمریکایی اداره میشه در اسرائیل، میتونه یک توپ کوچک رو در فاصله 2000 مایلی این رو بگیره و رهگیری بکنه. یعنی تمام اقدامات لازم رو داره. اسرائیل بزرگترین قدرت نظامی در خاورمیانه است. اسرائیل، هیچ کس نمیتونه با اسرائیل از نظر نظامی مقاومت بکنه. اون چی که اسرائیل در مورد صحبت میکنه، زیر سوال رفتن اسرائیل، یعنی اون برتری نظامیش در آینده است. ایران چون این توانی رو نداره. وقتی ما میگیم که موجودیت اسرائیل میخواد نابود بشه، باید یه سوال عقلانی هم از خودمون بکنیم و اون اینی که با چه وسیله‌ای، چه جوری و چگونه. این میدونید اصلا امکان پذیر نیست. بعضی از آریان، یه نکته که من میخوام روشن بشه، برای اینکه ما مرتب صحبت از این موشک‌های بالستیک میکنیم، موشک بالستیک با موشک‌های دیگه چه فرقی داره اساسا؟ موشک‌های بالستیک خیلی به زبان ساده بگیم، موشک‌هایی است که اونی که مثلا در سطح سجیله، این موشک به وسیله یک بوستی میره هوا، یک فاز اولیه داره که فاز بوستشه
بعد از جو خارج میشه، یه فاز دوم داره که در واقع آماده میشه، و در فاز سوم که فاز شیرجه است، یعنی اسرائیل سلاحایی رو که داره با توجه به آروی سر رو که داره آزمایش میکنه و با توجه به این رادار ANTPY-2 که آمریکا براشون گذاشته و پرسنل آمریکایی این رو اداره میکنند و به قول یکی از سیاستمداران اسرائیلی دستبند طلایی به ما زدند برای اینکه اگر آمریکا بخواد و که این کار رو میکنه اطلاعات رو میتونه در اختیار اون مرکز نظامی اسرائیل در نزدیکی تل آویو بذاره، اسرائیل میدونی نگرانی اونچنانی نداره، انواع اقسام لایه‌های دفاعی رو داره. اتفاقا سوال من همین اسرائیل... بود، یعنی وقتی که صحبت از این میکنیم که موشک بالستیک موشکی است که به در واقع وارد جو میشه، قاعدتا این پرسش رو مطرح میکنه که اسرائیل باید قبل از اینکه این موشک بالستیک وارد جو بشه باید این رو هدف قرار بده. بله، یعنی اون کاری رو که اسرائیل ببینید یه رادار گرین پاین داره، همین رادار بسیار پیشرفته است. الان چنین توانی رو اسرائیل داره قبل از اینکه موشک بالستیک ایران در یک شرایط فرضی به وارد جو بشه، اسرائیل میتونه موشک آمده از طرف ایران رو هدف قرار بده؟ 100% با توجه به رادار پیشرفته ای رو که آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیل گذاشتن، باند ایکس که این همون رو تقریبا شبیه این را در ترکیه گذاشتن در رابطه با لایه پدافند هوایی برای اروپا، 5 دقیقه و 6 دقیقه جلوتر از رادار گرین پاینی که مال خود اسرائیل است بهشون اطلاع میده به زبان خیلی ساده، یعنی این موشک را میتونه اگر ایران چنین کاری بکنه، همه اینا فرضیاته، مثلا در بر فضای اردن این رو نابود بکنه. نگرانی اسرائیل قابل توجیه است، این رو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه و این بسیار بسیار قابل توجیه است، ولی اغراق کردن در مورد توان نظامی ایران برای پیشبرد اهداف نظامی و چرا اینکه ایران اصلا دنبال موشک بالستیک است، خب این همین موشک رو عربستان سعودی هم داره، این همین موشک رو کشورهای اروپایی دارن، موشک یریخوی دو به مراتب بله. پیشرفته تر از موشکایی است که ایران میخواد بسازه. شما باید یه مقایسه بکنید و واقع گرایانه به این مسئله نگاه بکنید، بدفهمی پیش نیاد. اینجا پشتیبانی یا حمایت یا نمیدونم موضع‌گیری برای جمهوری اسلامی نیست، ولی باید واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم و از بزرگنمایی و دیوگونه سازی یکدیگر جلوگیری بکنیم، کاری که هم ملاها در این خبرند و هم راستگرایان اسرائیل. آقای دینی، من صحبت خاصی در این مورد ندارم، چون همونجور که آقای ایر سخنگوی اسرائیل نیستن، منم سخنگوی اسرائیل نیستم. من فکر میکنم که پروژه اتمی ایران خطری است بزرگ، هم برای جامعه بین المللی، هم برای کشورهای عربی، هم برای اسرائیل، و از همه مهمتر برای خود مردم ایران. چون تا موقعی که بحث ما فقط و فقط در رابطه با پرونده اتمی هستش، نمیتونیم جامعه بین المللی رو توجهش رو جلب بکنیم به رکورد بد و خجالت آور حقوق بشر ایران، اعدام هایی که داره میشه، رسانه هایی که دوباره داره تعطیل میشه در ایران، ژورنالیست هایی که دارن میگیرن. که وقتی الان داریم تو همین حوزه بحث نظامی و هسته‌ای صحبت میکنیم، آیا در جلسات ایپک چنین گزارش هایی مورد بحث قرار میگیره که اسرائیل چقدر آماده است برای دفاع از خودش، اسرائیل ضربه پذیر نیست، توان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در اختیار اسرائیل هست، خود اسرائیل بسیار در این حوزه پیشرفته، آیا واقعا این بحث ها مطرح میشه یا فقط بحث بر سر انتقاد از توان هسته‌ای و موشکی ایرانه؟ نه، هر دو بحث هست. اتفاقا در یادم هست حدود سال 2004-2005 که بخش فارسی صدای آمریکا به اون کنفرانس اومدن، دیدن که اینا یه ویلجی دارن، یه شهرکی دارن که نشون میده که چه نوع پیشرفتایی از لحاظ ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نتیجه همکاری هایی که بین ارتش آمریکا و ارتش اسرائیل میشه رو به نمایش میگذارن. یعنی اونجا سربازای اسرائیلی و سربازای آمریکایی کارهایی رو که دارن با هم انجام میدن رو به نمایش میگذارن که طرفداران این دو کشور که علاقه من در این دو کشور رابطه خوبی با هم داشته باشن ببینن که چقدر از نزدیک و چقدر مثبت با هم دیگه دارن کار میکنن. فقط ترسوندن
حامیان اسرائیل از پروژه ایران نیستش، بلکه دستاوردهای تکنولوژی، ارتشی و کارهای دیگه که اسرائیل داره میکنه رو مطرح میکنه. این نامه که ایپک در واقع نوشت و شش سناتور آمریکایی زیرش رو امضا کردن، از جمله خود آقای رابرت منندس سناتور دموکرات رئیس کمیته روابط خارجی سنا، هدفش چه هست؟ با توجه به اینکه آقای اوباما موضعش رو صراحتا روشن کرد، گفت من هر تحریم جدیدی بیاد وتو میکنم، الان زمان این نیست، که به گفته خودش در این مصاحبه بلومبرگ حتی اگر دو تا هفت‌تیرکش دارن با هم صحبت میکنن وسط گفتگو اینا اسلحه‌شون رو میذارن زمین، وسط صحبت با هم تیراندازی به هم نمیکنن. الان ایپک دنبال چه هست با توجه به اینکه گفتن ایپک عقب نشینی کرده، ایپک شکست خورده، ایپک دیگه اون نفوذ گذشته رو نداره؟ استراتژی ایپک الان چه هست با این نامه که اینها دادن؟ خیلی کوتاه بفهم. کوتاه ایپک میخواد بگه که ما این مسئله رو فراموش نکردیم و با وجود اینکه از روی احترام برای کاخ سفید به عنوان شهروندای آمریکا نمیخوایم دست کاخ سفید رو ببندیم در مذاکرات و نمیخوایم متهم بشیم که خرابکار بودیم و نذاشتیم به صورت مسالمت‌آمیز این پرونده بهش پایان داده بشه، هنوز فکر میکنیم که با وجود اینکه کاخ سفید به ما گوش نمیده، این راه حل که تحریم‌های قوی رو ما تو جیبمون داشته باشیم راه حل درستی برای برخورد با این مسئله. خب بخش کوتاهی از صحبت آقای نتانیاهو رو بعد از دیدار با قانونگذاران آمریکایی بشنویم و بعد گفتگو رو در این فرصت باقی مانده با آقای منشه امیر دنبال می‌کنیم. Continuing to pursue its program of military, a military nuclear program. It's something that ought to be stopped, and I believe can be stopped. And it should be stopped for the sake of peace and for the sake of the security of everyone, including people in the United States. آقای امیر، شنیدید صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل رو در این یکی دو روز گذشته، این مطالب رو و در این چند ماه و چند سال گذشته این بحث رو به کراتشون ازش صحبت کرده که برنامه نظامی هسته‌ای ایران بعد متوقف بشه. چقدر از اون چه که آقای نتانیاهو میگه تمام حقیقت به نظر شما با توجه به اون تصویری که الان آقای آریان دادن؟ بله، آقای آریان به عنوان یه فرمانده ستاد خیلی آسون میتونن در اتاقشون بشینن و بگن که هیچ خطری نیست و هیچ نگرانی نباید وجود داشته باشه و گفتن که اسرائیل یک کشور کوچیکه، یک کشور پر جمعیت به طور نسبی و کوچکترین اشتباهی که رخ بده ممکنه باعث نابودی این کشور بشه. اسرائیل تمام سیستم‌های دفاعی رو داره از خودش، ولی اگه حکومت ایران 5 تا موشک رو همزمان پرتاب بکنه یا 10 تا یا 20 تا راه همزمان پرتاب بکنه و یه دونش بخوره به مرکز تل آویو، اسرائیل نابود خواهد شد. این سناریویی نیست که من درست میکنم. وقتی که ما عقل و منطق رو حاکم بکنیم میبینیم که این نگرانی اسرائیل کاملا بجاست. ولی اون بحثی که آقای امیر، اون صحبتی که خانم شرمن هم مطرح کرد در جلسه سنا، گفت که اگر ما به دنبال این هستیم که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای، به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه، بعد اون موقع دیگه مسئله موشک‌های بالستیک هم مسئله بی ارتباطی خواهد بود، چون اون موقع دیگه ایران اون بست اتمی نداره که بتونه کلاهک هسته‌ای درست بکنه و این نگرانی رو ایجاد بکنه. البته نگرانی بسیار کمتر خواهد شد، ولی همیشه این خطر وجود داره که مسئله در این است که در حکومت اسلامی ایران یک مرکز قدرت واحد وجود نداره، مراکز متعدد هست و احتمال تغییرات سیاسی و نظامی در حکومت ایران وجود داره و همیشه این احتمال هست که یک گروه کم تند رو کنار برن و یک گروه بیشتر تند رو بهشون بیان و وضع به کلی عوض بشه. بنابراین اسرائیل میگوید که باید جامعه جهانی کاملا آرامش خاطر پیدا بکنه که هم برنامه های غنی‌سازی رو متوقف بکنه و هم موشک‌های بالیستیکشون رو. روسیه و ایالات متحده و کشورهای اروپایی آمدن و تعداد زیادی از موشک‌های بالیستیک خودشون رو پیاده کردن و نابود کردن. چرا این کار در مورد حکومت اسلامی ایران نشه؟ این است که یه مسئله دیگه هم هست که جنبه تاکتیکی داره و اون این است که نتانیاهو برای اینکه دنیا رو به هیجان بیاره و دنیا رو مجبور بکنه که اقدامی بکنه علیه حکومت ایران که نه غرب مایله و نه دولت پرزیدنت اوباما چندان مایله که با حکومت ایران رو در رو بشن،
نتانیاهو میآید و این خطر رو گنده‌تر نشون میده به این هدف که بتونه دنیا رو تکون بده و دنیا رو مجبور بکنه که اقدامی بکنه. این که نتانیاهو گفته بود که ما اگر شما اقدام نکنید ما خودمون به اقدام نظامی دست خواهیم زد، من اطمینان داشتم که بلوف میزنه ایشون، ولی این بلوفی بود دیپلماتیک که نتیجهش این بود که دنیا رو ناچار کرد که تحریم‌های شدیدتری را علیه حکومت ایران برقرار بکنه و همین تحریم‌ها بود که باعث بروی کار آمدن دولت حسن روحانی شد و موجب گردید که حسن روحانی بیاید و در مذاکرات شرکت بکنه و این توافق شش ماهه به دست بیاد که آقای امیر یه گزارشی ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، یه گزارشی ساندی تایمز داده بود احتمالاً دیدید شما، اشاره می‌کنه به اینکه البته قبلا هم یکی دو جای دیگه چیزای مرتبط در واقع با این در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده بود که اولا دولت آقای نتانیاهو بسیار شگفت زده شده از مصاحبه که آقای اوباما با بلومبرگ که همزمان با ورود ایشون به آمریکا منتشر شد و مواضعش رو اصطلاحا قبل از اینکه با آقای نتانیاهو وارد گفتگو بشه در این مصاحبه به صراحت با افکار عمومی در میان گذاشته بود. این یک نکته. نکته دیگر این که گفته شد که آقای نتانیاهو به دنبال این هست که پیشنهادی رو ارائه بده به کاخ سفید که با توجه به فشارهایی که الان بر ایشون هست ایشون وارد گفتگوهای صلح با محمود عباس بشه، دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسن، در ازاش آمریکا فشارها رو چنان زیاد بکنه که مطمئن بشن غنی‌سازی به طور کل در ایران جمع خواهد شد و موشک‌های بالستیک هم جمع‌آوری خواهد شد. چنین چیزی چقدر نزدیک به واقعیت هست به نظر شما؟ بله، نکته اول کاملا درسته. نکته دوم رو تا اونجایی که من سیاست داخلی اسرائیل رو میشناسم با منطق جور در نمیاد که این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم نداره. دولت نتانیاهو الان وابسته به یک گروه کوچک ولی پر سر و صدا و بسیار پویای راستگرا هست و خود حزب آقای نتانیاهو هم بهش فشار میاره که گذشت نکنه نسبت به فلسطینی ها. نتانیاهو نمیخواهد که قدرت و نفوذ و اون جذبه سیاسی خودش رو از دست بده و به این ترتیب هست که خیلی نمیتونه به اعراب امتیاز بده، ولی در مقابل اعراب هم حاضر نیستن. الان اعراب یک گروه محمود عباس، یک گروه حماس در غزه است و حتی در داخل گروه فتح هم افراد و گروه‌هایی هستند که خیلی تندروتر از محمود عباس هستند و اگر محمود عباس تعهدی رو به عهده بگیره و قولی رو بخواد بده معلوم نیست که این قول واقعا از طرف چه گروهی از فلسطینی‌ها مورد قبول و پذیرش قرار بگیره. این است که روند صلح کند شده، به بن‌بست کشیده شده که هم راستگرایان در اسرائیل مسئولش هستن و هم تندگرایان در فلسطینی ها که از نظر روحیه اینا هنوز آمادگی صلح با اسرائیل رو ندارن و هنوز هم فکر میکنن که باید تمام امتیازات رو از اسرائیل بگیرن بدون اینکه هیچ گونه گذشتی از طرف خودشون نشون بده. سپاسگزارم آقای آریان. وقت خیلی کوتاهی داریم، شاید کمتر از یک دقیقه. بحث این شد، آقای امیر و آقای دهینیم گفتن که ما با یه حکومت یک دست روبرو نیستیم و چه چالش‌هایی داره. کیهان صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا رو، آقای اوباما رو در همین مصاحبه با بلومبرگ نقد تحریف کرده، مشخصا گفته ایشون گفته 95% تحریم‌ها هرگز حذف نمی‌شود، در صورتی که ایشون تو صحبت‌هاش گفته 95% تحریم‌ها به جای خود باقی است در طول این مذاکرات. آیا با چنین حکومتی می‌شود این گونه عقلانی اصطلاحاً با تعقل وارد گفتگو شو؟ 100%. با توجه این حکومتی را که فعلا در ایران هست، آقای روحانی، ایشون محمود احمدی نژاد نیست و یک کورسویی در بهبود روابط دیده میشه، باید حد اکثر استفاده را از این کرد و نباید ما برگردیم به این که این یک حکومت بر مبنای هزینه فایده نمیکنه. در رابطه با حرفایی را که آقای آلن ایر زده، این یک مسئله برد غنی‌سازی در ایران این که قطع بشه به این معنا نیست، برای اینکه در برنامه اقدام مشترک اومده که در مورد یعنی راه حل نهایی باید این نکات در نظر بگیره. بله. نیاز نهایی در رابطه با برنامه غنی سازی، توافق دو جانبه
برنامه از پیش تعیین شده که دقیقاً میزان غنی‌سازی چه باشه و چه پارامترهایی باید برای این حاکم باشه. آقای آریان سپاسگزارم از شما، از حضورتون در برنامه. آقای منشه امیر و آقای پویا دیانیم، از شما هم سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه. همچنین از آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا هم سپاسگزاریم. تا افق چهارشنبه.